بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آژانس مهاجرت سازمان ملل IOM اعلام کرد سیل و باد بی سابقه هزاران خانواده را آواره کرده و خانه ها را ویران کرده و زیرساخت های حیاتی را به شدت آسیب رسانده و بیش از نیم میلیون نفر را در یمن تحت تأثیر قرار داده است. لازم ذکر است این طوفان ها در حالی رخ داده که کشور با شیوع وبا و تشدید ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می کند و آسیب پذیری خانواده های آواره و سیستم های بهداشتی تحت فشار می باشد. در سراسر استان های متعدد هزاران نفر بدون سرپناه، آب تمیز و یا دسترسی به خدمات اولیه رها شدند و تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست دادند. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه اوچا اعلام کرد از ژوئن گذشته وقوع سیل در 15 ایالت سودان به 491,100 نفر خسارت وارد کرده است. اوچا ضمن اشاره به آوارگی حدود 143,200 سودانی در نتیجه این امر اعلام کرد ایالت‌های دارفور شمالی، دریای سرخ شمالی، دارفور جنوبی و رود نیل شاهد بیشترین خسارت بودند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت سودان، در 29 اوت شمار قربانیان سیل‌ها و باران‌ها در این کشور از ژوئن گذشته به 173 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج پناهجویان افغانستان از آلمان میگوید که این کشور نباید پناهجویان را به کشوری که با نقض شدید حقوق بشری روبروست اخراج کند. این سازمان در اعلامیه‌ای گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان فاجعه بار است. به گفته یه دیدبان حقوق بشر، آلمان از بحران موجود در افغانستان چشم پوشی می کند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اوچا میگوید که فقر از هر دو شهروند افغانستان یک نفر آنان را تحت تأثیر قرار داده است. این نهاد با انتشار پستی در ایکس گفته است که 80% از خانواده ها در افغانستان با هزینه کمتر از یک دلار در روز برای هر عضو خانواده زندگی می کند. اوچا افزوده است در حالی که تنها 4 ماه از سال 2024 باقی مانده است، برنامه واکنش بشردوستانه برای افغانستان در این سال تنها 25% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. سازمان بهداشت جهانی 18 مورد فلج کودکان در افغانستان را در سال 2024 ثبت کرده است که بیشترین آنها در قندهار و هلمند شناسایی شده است. برخی منابع در جنوب افغانستان گفتند که مسئولان محلی طالبان به کارکنان واکسن در 10 آگوست اجازه ندادند که به خانه ها مراجعه کنند. افراد طالبان در 2 دهه گذشته که علیه دولت پیشین می جنگیدند، در برخی مناطق مانع کارزار فلج کودکان می شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد کارگران شاهد کاهش قابل توجهی از درآمد جهانی در 2 دهه گذشته بودند که این امر نابرابری را تشدید کرده است. سازمان بین المللی کار سازمان ملل اظهار داشت سهم درآمد نیروی کار جهانی از سال 2004 به میزان 1.6% کاهش یافته است. سازمان بین المللی کار همچنین در گزارشی گفت در حالی که این کاهش از نظر درصدی اندک به نظر می رسد، اما در سال 2024 نشان دهنده کسری سالانه درآمد نیروی کار به میزان 2.4 تریلیون دلار در مقایسه با درآمدی است که کارگران در صورتی که سهم درآمد نیروی کار از سال 2004 ثابت می ماند و کاهش نمی یافت به دست می آورند.
مطالعه جدید نشان می‌دهد بین سطوح بالای نور مصنوعی در فضای باز در شب و افزایش شیوع بیماری آلزایمر در سنین زیر 65 سال ارتباط مستقیم وجود دارد. این تحقیق توسط دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه راش با استفاده از داده‌های آلودگی نوری به دست آمده از ماهواره و سوابق بیماری از سال 2012 تا 2018 میلادی انجام شد. در همین راستا رابین ویگت محقق اصلی این تحقیق تأکید کرد که آلودگی نوری می تواند به التهاب عصبی، اختلالات ریتم شبانه روزی و اختلالات خواب کمک کند و همه این موارد از عواملی است که در ایجاد بیماری آلزایمر نقش مهمی دارند. کوپرنیک، دیدبان اقلیمی اتحادیه اروپا میگوید چون تابستان 2024 گرمترین تابستان ثبت شده بود، احتمال اینکه سال جاری میلادی نیز در مجموع گرمترین سال ثبت شده در تاریخ باشد، افزایش یافته است. کارشناسان کوپرنیک روز جمعه 16 شهریور گفتند که علاوه بر روند گرمایش زمین تحت تأثیر فعالیت‌های بشر، وقوع پدیده جوی النینو نیز در بالا رفتن دمای متوسط کره زمین در سال گذشته میلادی نقش مهمی ایفا کرد و به نظر می رسد که روند پرشتاب افزایش دمای زمین به زودی متوقف نخواهد شد. به گفته کارلو پونتمپو، مدیر کوپرنیک، دمای متوسط نیمکره شمالی در ماهای اوت 2023 و 2024 یکسان و حدود 16.82 دهم درجه سانتیگراد بود که گرمترین دمای ثبت شده در این ماه است. ببخشید، جبران کسر خواب در تعطیلات می تواند خطر بیماری های قلبی را تا 20% کاهش دهد. تحقیقات جدیدی که روز پنجشنبه در کنفرانس سالانه انجمن قلب و عروق اروپا منتشر شد، حاکی از آن است که خطر بیماری های قلبی در افرادی که در روزهای تعطیل بیشتر می خوابند می تواند تا 20% کاهش یابد. یان جون سانگ، یکی از نویسندگان مطالعه و محقق بیمارستان فاوی در پکن، میگوید جبران کسری خواب با کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی ارتباط دارد و این رابطه در افرادی که در طول هفته کمبود خواب دارند بیشتر نمود پیدا می کند. با وجود افزایش سالانه تعداد پروازها، میزان مرگ و میر ناشی از سوانح هوایی از سال 1968 به طور متوسط 7.5% در سال کاهش یافته است. بر اساس مطالعه جدید، سفر هوایی امروز به امترین حالت و خطر سقوط مرگبار هواپیما به کمترین حد رسیده است. نخبگان مؤسسه فناوری ماساچوست MIT دریافتند که احتمال مرگ یک مسافر در سوانح هوایی در حال حاضر 1 در 13.7 میلیون است که کمترین احتمال وقوع حادثه مرگبار در طول تاریخ به شمار می رود. دانشمندان کشف کردند که در افراد مبتلا به افسردگی، یکی از شبکه‌های مغزی خاص بسیار بزرگتر از حد نرمال است و همین عامل باعث شد که آنها به درک جدیدی از چگونگی و چرایی ابتلای برخی افراد به این عارضه برسند. محققان دریافتند که در افراد مبتلا به افسردگی، بخش بزرگتری از مغز در مقایسه با افراد بدون افسردگی درگیر شبکه مدیریت پاداش‌ها و تهدیدها است. دکتر چارلز، یکی از نویسندگان این مطالعه از کالج پزشکی وایل در دانشگاه کورنل نیویورک، گفت این پدیده در سطح مغز بیشتر از آنچه که در افراد سالم مشاهده می‌کنیم فضا اشغال می‌کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که این بزرگ بودن باعث می‌شود که شبکه‌های مغزی دیگر به خصوص در همان دور و اطراف کوچکتر شوند.